یکی از فیلم هایی که این روزها در جشنواره به نمایش در اومده و در آرای مردمی هم با استقبال گسترده روبرو شده و امروز هم در برج میلاد به نمایش در اومد و با استقبال گسترده اهالی رسانه و هنرمندان روبرو شد، فیلم عصر یخبندان اثر آقای کیایی بود. امشب آقای مصطفی کیایی کارگردان محترم این فیلم به همراه عزیزان دیگر مهمان هفت هستند. آقای آرمان موساپور آهنگساز محترم این فیلم هستند. آقای منصور لشکری قوچانی تهیه کننده محترم فیلم هستند. آقای مصطفی کیایی که کارگردان محترم و آقای محسن کیایی بازیگر خوب این فیلم امشب مهمان هفت هستند. سلام، شب شما بخیر، خسته نباشید. روز پر شلوغی داشتید دیگه، روز درسته؟ بله. خب میخواید سلام علیکم مقدمه داشته باشین و بعد در خدمتتون باشیم. آقای آرمان شما رو فرق. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای موساپور درست میکنم. بله. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های عزیزتون، خوشحالم در خدمتتون هستم. امشب شانس آهنگساز است آقای اورکی اینجا بود تشریف داشته، خیلی خوبه، خیلی عالی. ما هم خوشحالیم از این. حتی لازم این فیلم هست که شما امشب حضور پیدا کنید، در مورد موسیقی این فیلم صحبت بکنید. خوشحالم. آقای قوچانی خسته نباشین. ممنون، مرسی. آقای لشکری قوچانی شما سلام علیکم داشته باشین. منم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و یه جورایی صبح عالیتون متعالی. متشکرم. خب خسته نباشید آقای قوچانی، به شدت تو عرصه تهیه کنندگی دارید وارد میشید و یه فیلم های خاص و متفاوت که تماشاگر مجذوب خودش داره میکنه. خب ذوق میکنم، این کار دوست دارم. خب خیلی عالی، خدا رو شکر. آقای کیایی شما سلام علیکم داشته باشین. مقدمه منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب برنامه تون و شب بخیر میگم در خدمتون هستم. آقا محسن کیایی منم سلام میکنم به همه سینما دوستایی که الان دارن برنامه رو میبینن و خوشحالم هم که توی برنامه هفت هستم. خوشحالم در خدمتتون هستم و با اون طنز و ریتم شوخی که در فیلم داشتن ما چیزای جدیدی هم از ایشون در عرصه رانمندگی یاد گرفتیم. خیلی جالب بود. خب خسته نباشید آقای کیایی. موضوع اجتماعی جوانها و قصه های پر التهاب اجتماعی رو دوباره انتخاب کردید. با چه هدف و انگیزه ای؟ چگونه این عصر یخبندان به قول معروف ایجاد شد؟ حس و مضمونش سرد بود. هوا سرد بود. واقعیتش اینه که بعد از خط ویژه به هر حال یه مدت کوتاهی خوب ما استراحت کردیم. من یه فیلمنامه دیگه ای رو داشتم می‌خواستم کار بکنم، اما بنا به دلایلی اون فیلمنامه رو خب کنار گذاشتم و اردیبهشت ما فوت فکر می‌کنم که اواخر اردیبهشت این تم در واقع اولیه عصر یخبندان به ذهنم رسید. حالا بر اساس شرایط اجتماعی و اتفاقاتی که افتاده بود من فیلمنامه اولیه رو نوشتم به تنهایی. بله به تنهایی. بعد فکر میکنم که یه دو ماه و نیمی تقریبا نزدیک سه ماه طول کشید فیلمنامه آماده بشه. بعد که آماده شد دیگه با آقای لشکری ما تجربه خوب داشتیم سر خط ویژه. بله مجددا خودش برای خودش بحث جداگانه داره. بعد دیگه آقای لشکری هم فیلمنامه رو خوندن و ایشون هم دوست داشتن فیلمنامه رو و تصمیم گرفتم که دیگه کار بکنم دیگه. درست. برای رسیدن به این فیلمنامه، چون برای من خودم خیلی حساسه، چون یک موضوعات ملتهبی تو جامعه رو انتخاب کردین و یک قصه متفاوت، چند قصه در کنار هم دیگه، چقدر تحقیق، مطالعه، پژوهش انجام شده خودت با تنهایی توسط گروهی مشاورینی؟ والا به قسمت تحقیقاتش رو من از شروع فیلمنامه سعی کردم که چون بحث خیلی حساسی بود سعی کردم که کمی با تحقیقات بیشتر و با یک در واقع آگاهی بیشتر نسبت به این مقوله‌ای که داشتیم کار می‌کردیم وارد قضیه بشم. خیلی مخصوصا در زمینه بحث اعتیادش من خیلی کمپ‌های مختلف رفتم، با آدم‌های مختلف صحبت کردم، آدم‌هایی که شرایط زندگیشون با داستان ما تقریبا یکی بود رو خیلی دیدم. همینطور در قسمت در واقع بعد از نوشتن فیلمنامه هم باز با خانم کرامتی که قرار بود این نقش رو بازی بکنن، چقدر بازی درخشان بله. دارن خانم کرامتی. ما فکر میکنم که روزها میرفتیم تو این کمپا، خانم کرامتی نمونه های واقعیش رو میدیدن، باشون صحبت میکردن و فکر میکنم که محصل کارم از نظر در واقع ارائه همچین شخصیتی خیلی کار دقیق و سنجیده‌ای شده بود. خیلی هم زحمت کشیدم. خب آقای لشکری شما بفرمایید با چه انگیزه یک فیلم پر التهاب اجتماعی رو انتخاب کردیم؟ خب واقعا وقتی که فیلمنامه آقای کیایی نوشته بودن به من دادن خوندم،
یه فیلمنامه بعد داستان غیر خطی و اینقدر ذوق زده شدم که پوری گفتم مصطفی جان من هستم ان شاءالله کارو انجام بدیم. و اون طرف قضیه خوب دغدغه قبلی منم بود به دلایل شرایطی چند سال اخیر توی قصه مطالعاتی داشتم و در کنار اینکه فیلمنامه اومده شد با گروهایی که متخصصن واقعا هم UNODC باشون ارتباط داشتیم، هم با بچهای ستاد که فیلمنامه رو خوندن از نظر محتوایی از اون متخصصین هم به هر حال کمک گرفتیم، به خصوص متخصصین که به هر حال توی کمپ‌های مختلف هستن کمک گرفتیم که از نظر محتوایی به هر حال چیزی که ارائه میدیم درست باشه. و خوشبختانه امروز حتی در اون قضایی آقازاده ها اون قصه آقازاده دیگه بحث خاص آقای کیایی من قبول دارم، باورمون نیست که بعد هست دیگه. نه خب واقعا آمریکا کمک میکنه که به هر حال هر چه تحقیق پژوهش بیشتر بشه، فیلمنامه قوی تر بشه، اثرگذاریش هم تو جامعه بیشتر میشه. بله بیننده باید فیلم رو ببینه، لذت ببره، دو ساعت به هر حال وقت خودش انرژی بگیره، در کنار اگه محتوایی هم بهش ارائه میشه درست باشه. اگه محتوا غلط باشه خب بیننده همزاد پنداری نمیکنه و پس میکشه. و خوشبختانه این فیلم اکرانه مردم شما رفتیم واقعا تو مثلا سینما آزادی ساعت 11:30 شب مردم رو زمین نشستن و پلا دارن فیلم رو نگاه میکنن، برای خودم جذابیت داره. مثلا امشب مثلا 11:30 شب با آقای منبتی زنگ کردن سانس پولادی میخوام بزنن پردیس ملت، خب من موافقت کردم و گفتن که میشه که دیگه هم فوق العاده بذاریم، گفتم اگر واقعا 70% سالن پر میشه بذارید، ولی واقعا اگه 40% 30% نذارید، چون به هر حال حیف میشه فیلم. یعنی این برای من جذاب بود که ممکن بود دو تا فوق العاده پشت سرم در سینما بره. پولش هم بگو بدن دیگه، راحت قطعا پولش میگیرم تا ریال آخر. اگه پولش نگیرم سینما مستقل دیگه فیلم بعدی چجوری بسازه؟ درسته آقای موساپور، در مورد موسیقی این فیلم فکر کنم خیلی خوبه اگه صحبت بفرمایید، چون فضای خاصی داره و تلفیق جالبی هم داشتید، هم از موسیقی هم موسیقی پاپ و این خودش تاثیرگذار هم بود، به خصوص اون سکانسی که خانم کرامتی بازی میکنند و با اون موسیقی خاصی. بله خدمت شما عرض کنم موسیقی پاپی که تو در واقع فیلم دارید میشنوید موسیقی هست که انتخاب شده. خب قاعدتاً بله. خود آقای کیایی این انتخاب رو کردن و با هم مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که خوبه این موسیقی ها استفاده بشه در متن فیلم. موسیقی که ساخته شد خب همه در واقع به صورت ارکسترال ساخته شد، بیشتر سنگینی وزن در واقع ساختار موسیقی رو موسیقی ارکسترال و ارکستر ذهی بود. خدمتتون عرض کنم نوع ساختار موسیقی یک ساختار موسیقی توصیفی داره فیلم و در واقع موسیقی داره داستان رو توصیف میکنه همپایه فیلم و یک موتیف تکراری داریم که در واقع همون برای من در واقع اون شخصیت مواد مخدر رو داره بیان میکنه و یک تم عاشقانه که رو به فنا شدنه که به نظر من حس آدم هاست که در واقع وقتی درگیر این اتفاق میشن این حس رو یواش یواش رو به افول میده و به این میره. درسته. تا لحظات آخر تیتراژ آخر سعی کردم این حس رو نگه دارم، منتها خب اصولا تو سینما تا فوری فیلم تمام میشه همه پا میشن و ولی به نظر من تا اون در واقع ضربه آخر موسیقی که تمام میشه هنوز فیلم به نظر من تمام نشده و حداقل روایت موسیقی های فیلم ادامه داره. جزء کارهایی هست اصولا موزیسین ها یه کاری وقتی انجام میدن خب تا یه مدتی طولانی که از اون موسیقی میگذره کم برمیگردن موسیقی گوش بدن، چون خب در واقع خیلی خستن و ذهنه خسته است، گوشه خسته است، پره در واقع از اون ملودی ها. من به جرات بگم تو همین مدتی که این کار تموم شده که خیلی وقت طولانی نیست، شاید بارها برگشتن موسیقی رو گوش دادم و خودم دوستش دارم، لذت بردم ازش. ما هم دوست داشتیم، خیلی لذت بردیم، خیلی تاثیرگذارم بود موسیقی. آقا محسن کیایی شما بفرمایید. دیدم شما بیرون خیلی شوخ طبعی، درسته؟ من الان دارم خیلی همین تلاش میکنم که جدی باشم. اولین باره دارم تلاش میکنم. مثلا اون رویه توی فیلم خیلی راحت و روون بازی میکنید. امیدوارم که همینجوری باشه که شما میگید و تماشاگرم وقتی نگاه میکنه باهاش بتونه همزاد پنداری بکنه. من که خودم همزاد پنداری کردم، چون الان سر خیابونا وای میستم، سر اورامان همچنان دارم اون کارا رو ادامه میدم. ولی اصلی اخبندانم فیلمیه که من از نظر سلیقه‌ای نسبت به فیلم‌های قبلی که کار کردیم خودم بیشتر دوستش دارم و فکر میکنم که به خاطر اون پیچیدگی روایتش، هم به خاطر پیچیدگی روایتش، هم به خاطر حرفی که توی فیلم داره میزنه، دغدغه‌ای که داره عنوان میکنه و راجبش داره صحبت میکنه، دغدغه‌ای که من خودم خیلی بهش فکر میکنم و خیلی دوست داشتم که یه جایی زمانی این اتفاق بیفته. روز اولی هم که مصطفی داشت در مورد طرح داشتیم صحبت میکردیم و حرف میزدیم، از هم موقع من خیلی اشتیاق داشتم که ببینم قرار چه اتفاقی برای این فیلم بیفته و کاراکتر سعیدی هم که توش بازی کردم خیلی دوست دارم و تمام تلاشمو کردم که
به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. حالا کم و کاستیاش دیگه امیدوارم. بله آقای کیفی میگم در مورد روایتش یه مقدار صحبت بکنید، چون این ترس همیشه باید وجود داشته باشه که ممکنه این نوع روایت رو تماشاگر به ناخودآگاه نپذیره. بله. چون تماشاگر ایرانی یه مقدار برخی آثار رو راحت‌تر میپذیره تا نسبت به این. ولی خوبه، چطور به این لحن رسیدین؟ با چه حس و انگیزه فکر می‌کنید تماشاگر همراهی می‌کرد که این؟ ببینید خود منم این ترس رو داشتم، ولی واقعا وقتی بهش فکر کردم با توجه به اینکه الان دیگه من خیلی اعتقاد دارم به هوش مخاطب ایرانی و فکر میکنم که با توجه به همه این اتفاقاتی که افتاده، این عرصه ای که به هر حال فیلم‌های مختلف خارجی میاد میبینن، این نوع روایت رو شاید بارها و بارها دیدن، فکر میکردم که راحت به هر حال ارتباط برقرار میکنم. جدای از اون، من چون عادت دارم قصه رو خیلی سرراست تعریف کنم، همیشه یه ذره شاید برای من یه ذره ریسک بود، ولی با یکی از دوستان منتقدم که صحبت می‌کردیم میگفت ریسکی بود که تازه خیلی ریسک بزرگی بود، چون تعداد کاراکترها هم زیاد بود و این چسبوندن همه اینها و اینکه بتونن توی نقطه گذاریایی که توی فیلمنامه هستش به هم برسن و اتفاقات رو جلو ببرن به هر حال کار سختی بود. ولی اون کم ترسی هم که ته دلم بود رو وقتی اولین بار با مردم توی سالن مردمی دیدم واقعا از بین رفت، چون خیلی خوب دیدم گرفتن داستان رو و همه رو در واقع تا آخر داستان هم رفتم و براشون جای سوال آنچنانی نبود. آره این فیلم نشون میده که مصطفی کیایی خیلی رو فیلم نامه مسلطه و خوب با تسلط کامل سعی کرده شخصیت ها و گره های فیلم رو ایجاد بکنه، نقطه ها رو به هم بچسبونه. تو تدوین نیمای جوزانی درسته؟ نیما چقدر تاثیرگذار بود؟ چقدر کمک کرد توی این ریز؟ ببینید نیما که خب خیلی تاثیرگذار بود، به نظر من تدوین خیلی خوبی کرده بود این کار رو. و با آرمان صحبت میکردیم این که حتی کاتایی که نیما زده بود، نیما با آرمان به من میگفتش انگار اینو شمرده سر یه ضربه آهنگ کات زده که انقدر همه با موسیقی میشه درست ارتباط برقرار کنه پلانا. من اعتقاد دارم ریتم از توی فیلمنامه میاد، بعد میاد توی کارگردانی، بعد میاد تو بازی و همین هی شکل میگیره تا میرسه به دست تدوینگر. تدوینگر مثل یک رهبر ارکستر این ریتم رو تنظیمش میکنه و به هر حال پخشش میکنه توی فیلم و درست سعی میکنه که این هم جای جای فیلم درست اتفاق بیفته. و نیما این کار خیلی استادانه و خوب به نظر من انجام داده. و خود بازیگرا رو چطور انتخاب کردن؟ جالب، بازیگرا همه جوون و پربازیگر هم هستش دیگه. فیلم شما به غیر از آقا محسن و یک دوست دیگر ما بقیه جدید خانم صامتی خانم صامتی قبلا بوده. بله فراد اصلانی. بله اینها چگونه به جمع شما پیوستن؟ با چه؟ والا من یه مصیبتی که همیشه دارم سر فیلمنامه هام اینه که همیشه فیلمنامه که می‌نویسم میگم فیلم بعدی یه لوکیشن دو تا بازیگر، بعد شروع می‌کنم به نوشتن. آره من 4 تا فیلمم واقعا زیر 8 تا کاراکتر نداشته. بعد تو این فیلم ما 42 تا لوکیشن داشتیم و 42 تا لوکیشن واقعا برای یه فیلم سینمایی فکر می‌کنم 42 تا لوکیشن خیلی زیاد. تو چند روزشون بعد داری؟ 52 روز. بله می‌بخشید. خب و ترکیب به هر حال بر اساس کاراکترایی که داشتیم توی داستان خیلی ترکیب سختی بود که اینا چجوری با هم کنار هم قرار بگیرن، یه رنگ‌آمیزی خوب پیدا بکنن، جنس بازی‌هاشون و فضایی که قرار اتفاق بیفته. فکر می‌کنم بیشتر بازیگرا ما همون گزینه اولی که می‌خواستیم بهشون رسیدیم و بچه‌ها فیلمنامه رو دوست داشتن و خیلی، یعنی من اسم نمیبرم از بازیگرا چون تعدادشون خیلی زیاده، ولی واقعا با یه انرژی خیلی خوبی همشون با یه انرژی خیلی خیلی خوب اومدن و ما خیلی تمرین کردیم، دورخونی نمیدونم تحقیق برای نقشا و فکر کنم نتیجه کار حداقل چیزی که در مورد این فیلم گفته شد این بود که همه امروز من گفتن بازیای فیلم خیلی خوب بود و خیلی دوست داشتم. آره فراد استانی مثلا خیلی بازی متفاوتی داره، ما همیشه فراد یه جور دیگه دیده بودیم. بله. ولی اینجا نه، اشک فراد هم دیدیم که گریه میکنه و حال خودش خیلی زیبا و جذاب. یا خانم کرامتی معمولا مثلا فیلمایی که خیلی فیلم پرخوشونت به اون شکل بازی نمیکنه، اما وقتی اینجا بازی کرد خیلی زیبا در اومده. خب آقای قوچانی شما آقازادهمون بهرام رادان چه نه؟ آها بهرام رادان با اینکه نقش منفی اما سهر دولشایی اون سکانسش خیلی عالی بود، بازی درخشانی داشت. بله حتی مینا سادتی محسن که دیگه عالی. خب شما در مورد مراحل تولید فیلم بفرمایید.
مشکل خاصی نداشتیم؟ شما به بخش خصوصی الان هستید؟ با سرمایه بخش خصوصی بوده؟ واردی با پول جیب خودمونه. خط ویژه پولش رو گرفتیم، این فیلم به ساختمان ان شاءالله با پولی نمیگیم فیلم بعدی رو میسازیم. یعنی حمایت چیز نداشتید؟ نه واقعا. واقعا همینجا رسما اعلام کنید که فردا امیر قادری میاد دیگه آقا. نه، ولی اگه کسی بهمون پول بده دوست داریم. خودش میدونه. غیر نه چیه امیر غیر نفتی هم بعد اونی مرکز به اون پول بده تشویقمون کنه، ولی واقع احساسمونه که بعد فیلم چون میخوام یک محتوی رو ارائه بدیم به بخش سینما مستقل هم رو خودمون گذاشتم از نظر از بحث اقتصادی، خب تلاش میکنیم اتفاق بیفته و اونطور واقعا مصطفی فیلمنامه رو بگونه میرسی که وقتی خوندم احساس من پول بر میگرده دیگه و انتخاب بازیگر در و اون طرف قضیه واقعا بازیگران وقتی کس انتخاب میکردیم با بیشتر خدا کیایی اکثر بازیگرا واقعا یک سوم و یک چهارم دستموزی که از فیلم دیگه میگیرن گرفتن. یعنی ما نمیتونیم 9 تا بازیگر بذاریم، یعنی 9 تا تقریبا استاری مملکتن دیگه. خیلی شما پول دارید وزتون خوبه، یعنی بازیگر پر از نه واقعا بچه‌ها خیلی راه اومدن. آره خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی اصلا بعضی بازیگرا مثلا لطف کردن واقعا، اصلا نمیشه گفت تقریبا دستمزد نگرفتن برای ما کار کردن. ببین تو سینمای ایران مخصوصا سینمای امروز ایران این پروسه تولید باید از صفر تا صدش ارزیابی بشه و بعد انجام بشه. من فکر میکنم مثلا عصر یخبندان و فیلم قبلی شما هم این هوشمندی اون تهیه کننده رو میرسونه جز سینمای امروز ایرانی که میتونه این فرمول رو رعایت کرده باشه، یعنی مراحل تولید، پخش، نمایش، فروش، بازگشت سرمایه و مفاهیم و حرفا و سرگرمیایی که تو سینما براش هست تو اینجا رعایت میشه دیگه. من تو این فیلم دو چیز رو داشتم اصلاح میکردم، یکی رو تونستم ولی یکی رو نتونستم، یعنی بخشی که تهیه کننده باید بجز اینکه فضای آسایش و آرامش رو وجود بیاره باید فضای وجود بیاره که عوامل بتونن خلاقیتشون رو بروز بدن، بخصوص کارگردان راحت خلاقیتاشو بروز بده. و یک چیز دیگه رو باید تجربه میکردم که هنوز نکردم، شاید فیلم بعدی میکنم، اینکه باید بودجه بیشتری واسه فیلم نامه گذاشت. ببین چون واقعا اصل اساس قصه فیلم نامه است. شکر خدا آقای کیایی چون نویسنده و کارگردان بوده ما فقط دستمزد کارگردانی بهش دادیم، فیلم نامه که ندادیم بهش، ولی واقعا باید به فیلم نامه بها داد و فکر میکنم باید چون میگن حداقل 5-8% بودجه فیلم رو برای فیلم نامه گذاشت کنار، چون فیلم نامه وقت خوب باشه، کارگردان خوب باشه، عوامل خوب هم انتخاب کنی حتما به یک فیلم خوبی میرسی، به فیلم خوب برسی، بازگشت سرمایه باید میشه دیگه، مردم دوست دارن فیلم خوب. درست. سوژه های اجتماعی برای خودش یه جسارت ها و یه چیزهای خاص و لازم داره. چقدر خودتو خود سانسوری کردی؟ سانسور کردی باید ولت راستش هیچ اصلا خود سانسوری بود. اون چیزی که فکر میکنه درسته انجام میده، ولی چون باورهایی داره بر اساس باورها کار میکنه دیگه سانسور نیاز نداره. آره همین حرفو واقعا سانسور هم تقریبا همین حرفو داشت دیگه. توی موضوعات اجتماعی که انتخاب میکنن باید موضوعاتی باشه که جامعه پذیرا باشه، باور کنه دیگه. بله هم جامعه باور کنه، هم تو خودت به عنوان فیلمساز وقتی داری کاری رو انجام میدی بهش اعتقاد داشته باشی. من فکر میکنم که تو این دوره‌ای که هستیم به نظر من کانون خانواده، بحث خانواده خیلی چیز مهمیه. سعی کردم به اندازه که شعاری نشه و همون اندازه‌ای که تو فیلم کار کرد داره به این قضیه بپردازم. تحکیم خانواده رو مد نظر داری؟ یعنی اون جمله معروفه که بله. مضامینش خب بالاخره خیلی جاهای تلخ میزنه دیگه. بله. خلاصه داستانش هم که انتخاب کردیم برای همین مضمون بود واقعا، بس خارپوش و رأس یخبندان زنده میمونن، میپذیرن به هر حال خاراشون به هم دیگه صدمه بزنه و گرما رو داشته باشن و از هم دور نشن مثل موجودات دیگه بمیرن. کانون خانواده هم به همین شکلی به هر حال در یک خانواده عقاید مختلف هست و بعد ناهمواری‌های مختلفی در جامعه روبرو میشن. اگر بتونن این در درون خانواده مضرات رو با هم حل کنن خب خانواده میتونه انسجام خودش داشته باشه، مگر نه به هر حال هر جامعه یک سری ناهمواری‌های داره و اگر خانواده نتونه تعامل داشته باشه خب به هر حال از دایره خانواده خارج میشه و به فساد میرسه. وقتی وارد فساد شد دیگه تا تهش ممکنه خدای نکرده یه خانواده بره. درست. متشکرم آقای لشکری قوچانی، سپاسگزارم. وقتی کمی داریم ولی موقعی که نمایش عمومی در اومد بشینیم مفصل صحبت کنیم، منتقدها تحلیل و ارزیابی داشته باشن. شما اگه صحبت پایانی داشته باشید. والله من صحبت پایانی ندارم، ولی واقعا چون کار فشرده و سختی داشتیم برای اینکه فیلم به جشنواره برسه و خیلی زمان زیادی رو در واقع پیش تولید کردیم، بعد کار کردیم از تک تک بچهای گروه
واقعا تشکر میکنم، اسم نمیبرم ولی همشون از تیم بازیگری، تیم پشت صحنه، همه یه گروه واقعا همدل عجیب غریب داشتیم ما. یعنی عجیب غریب میگم که یعنی تو سینما خیلی کم هستش اینکه شما 7:30 صبح کلید بزنی، تایم کاری رو درست، یه ربع نهار بخوری، برنامه‌ریزی همه چی انقدر درست باشه، بچه‌ها واقعا با جون و دل کار کنن. و فکر میکنم که ما این تجربه رو خط ویژه شروع کردیم، با تقریبا همون کست اومدیم، حالا با یه تغییرات جزئی، حالا تیم بازیگری خیلی تغییر کرد ولی با پشت صحنه تقریبا مثل خط ویژه کار کردیم. اتفاق خوبی بودش، یعنی بچه ها خیلی همدل بودن. من از همهشون تشکر میکنم و امیدوارم که از کاری که کردن رضایت داشته باشن. بله سپاسگزار آقا محسنی که سپاسگزار شما صحبت داشته باشید. خواهش میکنم. من فقط تنها نکته که میتونم بگم اینه که مصطفی شرفی زاده یه چیزی اومد تو ذهنم بگم الان یادم، میشه بقیه بگم؟ بله آقای مصطفی شما بفرمایید تو صحبت پایانی. خوشحالم واقعا تو این گروه کار کردم برای دومین بار بعد از خط ویژه. برای من موسیقی، ساخت موسیقی از اخوندان شیرین‌تر و لذت بخشتر بود تا در واقع خط ویژه، چون خط ویژه شاید اونقدر برای من جای کار نداشت. و در پایان امیدوارم که یک روز بشه که با موسیقی فیلم به عنوان که مؤلفه‌های اصلی سینما ارزشی بیشتری گذاشته بشه، نگاه ویژه‌تری داشته باشن همه، تا ایشالله همه همون بتونیم در حد استانداردهای بین‌المللی کار بکنیم و بتونیم در واقع پیشرفت و کار خودمون داشته باشیم. یادتون اومد آقا بفرمایید. من خواستم بگم یه میخوام یه چجوری میگم یادم از آنها نعمتی بکنید با اون بازی خوبشون که بازیشون خوب بودن. بله همه بازیگرا و نوع پوشششون در فیلم. من میخواستم بگم که ما یه گروهیم داریم کار میکنیم، یه گروه جوانیم که در صدرش آیکیو یا لشکری هستن. سالهاست داریم با هم کار میکنیم، کنار همدیگه هستیم و همه هم جوانیم، همه هم بین سن 28-9 سال تا 34-5 سال هستیم و امیدوارم که امسال هم که جشنواره جشنواره جوان هاست. بله. و این بس. کاملا مشهود از فیلم هایی که وجود داره در دو بخش، چه بخش سودای سیمرغ چه نگاه نو. و امیدوارم که این پوست اندازی که من دارم میبینم و این جوانایی که دارن وارد سینما میشن بها بهشون داده بشه، چه بخش بازیگری، چه کارگردانی، چه همه جاهایی که همه پست ها توی سینما. و امیدوارم که این پوست اندازی حاصل خیلی خوبی داشته باشه و فیلمایی که تو انتها تو جشنواره داریم میبینیم فیلمای بهتری هم نسبت به روز اول باشه. متشکرم آقای قطشان، تشکر صحبت کردن از این خوب واقع منم تمام چی میگن مردمی که خط ویژه دیدن لذت بردن، قول میدم از اخبندان رو ببینن بیشتر از اون لذت خواهم برد. و یک خواهش هم از مسئولین دارم، برای یک کار تحقیقاتی ممکنه میلیاردها تومان خرج کنن، این فیلم یک کار تحقیقاتی خوبیه، خواهش میکنم مسئولینم ببینن، وقت بذارن ببینن، ضرر نمی کنن، فیلم بسیار مناسبیه و یک کار تحقیقی براشون. متشکرم، آرزوی موفقیت دارم. رونمایی فیلم شما آماده هست، اون رو بینندگان ببینن. من با شما خدافظی بکنم. ممنون. بشینید فیلمو تا انتها ببینید. من از همین الان میگم ریتم فیلم ما خیلی تنده، مواظب باشید یه ذره. امیدوارم که از فیلم خسته نشید. من سلام خیلی گرمی خدمت همه شما میگم، خسته نباشید و امیدوارم که از فیلم ما خوشتون اومده باشه و
خب من مثل این دوبلورا باید یه چیزی بذارم تو گوشم. من فکر میکنم که در واقع کارت برنده مال مصطفی کیاییه به خاطر فیلمنامه درخشانش و همینطور کارگردانی فوق‌العاده‌اش. ما تیم بازیگری و همینطور عوامل پشت صحنه تمام سعیمونو کردیم که در واقع اون چیزی که مصطفی میخواد رو اجرا کنیم. فیلم خط ویژه رو که داشتیم کار میکردیم اینجا نشسته بودیم، خدا وکیلی من به فکر بعدی بودم، یعنی به فکر فیلم بعدی بودم، چون کار اونجا تموم شده بود و الانم دارم به فکر فیلم بعدی، هم استرس فیلم بعدی رو دارم اینجا. خوش به نظر خوش به حالت آقای کیایی. آره. شما میدونی که فیلم بعدی جام. حتما هست. نه حالا فیلم بعدی که منظورم اینه. ببخشید یک سوال، از کجا میدونین قرار حضور داشته باشین؟ آقا فامیلمونیم، داداشیم با هم دیگه. خوش به حالت. من اگر که بهم نقش نده مادرم تلفن میزنه و نقشو میگیره برام. خیالتون راحت باشه. چی گفتی که این نقشم مال من بود که گرفتی؟ بله 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 بله. خیلی من با فروتنی نقشم رو دادم به آقای بهرام رادان، بازی کردن نقش ایشون رو بازی کردن دیگه سعید. من سوال اول رو متوجه در کدام رشته کاندیدا نیست؟ منظورش اینه که اینقدر خوب آها. بوده. آها ببخشید. دستتون درد. من فکر کنم در رشته کاراته من نمیدونم چرا فیلم تلخ ساخته بودم ولی همش تو سالن میخندیدن. یکی از دلایلش محسنه. من فکر میکنم که ما محسن هر چقدر هم که جدی بازی میکنه بازم خنده داره، اصلا کلن خنده داره. ولی من فکر میکنم که ببینید این ماجراجویی توی کار کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی فکر کنم بد نباشه. من خیلی علاقمند به این قضیه هستم.